درود و وقتتان بخیر به برنامه فراخبر با من صدف امیری خوش آمده در این برنامه خواهید دید اتهام آگاه نبودن حکومت از اجندای گفتگوهای صلح با طالبان محمد اسماعیل خان حکومت را با آگاه نبودن از اجندای گفتگوهای صلح با طالبان متهم میسازد. سازد اجندای صلح به مردم افغانستان روشن ساخته بشه و یا لاخل حکومت افغانستان آگاهی داشته باشه در از روند پروسی صلح که طالبان نه،, نه مردم افغانستان نه حکومت افغانستان در معلومات کافی ندارن منابع نزدیک به طالبان میگویند که این گروه به نتیجه نشست جده خوشبین است و احتمال دارد که این بار در گفتگوهای این گروه با زلمه خلیلزاد پیشرفت صورت بگیرد. در حال که انتظار می رود دور تازه گفتگوها با نمایندگان طالبان تا کمتر از دو هفته دیگر در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود و حکومت نیز از فرستادن هیئت گفتگو اش به این نشست سخن میزند اما محمد اسماعیل خان یکی از رهبران جمعیت اسلامی حکومت را از این روند آگاه نمیداند آقای اسماعیل خان از تشکیل هیئت جمعیت اسلامی برای دیدار با نمایندگان طالبان خبر میدهد اما جزئیات بیشتر در این باره به دست نمیدهد در این حال حزب اسلامی حکمتیار نیز از تلاشهای این حزب برای گفتگو با طالبان خبر داده است در حالی که حکومت از فرستادن هیئت 12 نفریش به نشست جده خبر داده است اما شمار از اعضای پیشین طالبان میگویند که این گروه با این هیئت در نشست جده دیدار نخواهد داشت منابع نزدیک به طالبان میگویند که این گروه به نتیجه نشست جده خوشبین است و احتمال دارد که این بار در گفتگوهای این گروه با زلمه خلیزاد پیشرفت صورت گیرد برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای واقف حکمی عضو شورای رهبری و سخنگوی حزب جمعیت و آقای جاوید لودین موین اسبق وزارت خارجه در بحث با من سلام بر شما ممنون از زورتان به برنامه آقای می بیاین بحث را با شما آغاز کنیم پیشتر از که در مورد از این فکر کنیم و بحث کنیم که آیا حکومت از اجندای سال خبر داره یا نه در رابطه به خود اجندای سال افغانستان صحبت کنیم که در این اجندا چی موارد این روزا داره بحث میشه بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام به شما میمونی برنامه جنابی آقای لودین همه بینندگان برنامه تلویزیونی طلو در این مورد عرض بکنم که از تا هنوز به صورت مفصل بالای در این مورد که آجندای این مباحث چی است از پیش تهیه شده باشه و در به آگاهی مردم رسانده شده باشه نیست غالبا ممکن است مذاکرات مانند مذاکرات صلح افغانستان میان طالبان و میان حکومت یا دولت افغانستان ممکن است یک برخی از این مذاکرات مرایل به آگاهی عام رساندنش نباشد ممکن است اما کلیات این امر بدون شک باید با آگاهی عمومی باید رسانده شود و بدانند و یکی تا هنوز ای جریان از این جریان مردم آگاهی نداره از اینم پیداست که چون ایت حکومت در جریان این مذاکرات مردم شامل مزا... نه حکومت هم از آگاه نبودن از مردم هم بودن. گفتم به صورتی،, به صورتی کلی از کلیات این مباحث باید آگاهی داشته باشند و دولت از جزئیاتش طبعا باید آگاهی داشته باشد طرفای مذاکره کننده یک طرفی مهم مذاکرنده مذاکره کننده دولت افغانستان است در وقتی ما دولتی افغانستان میگم در برگیرنده همه لایه های تشکیل دینده دولت, دولت افغانستان که عبارت از نهاده های دولتی احزاب سیاسی جامعه مدنی و آهادی مردمی افغانستان اینها بدون شک باید در مراتب متفاوتی در جریان ماجرای صلح باید باشند چون صلح صلح به سرنوشت همه مردم افغانستان چه دولت چه ملت تعلق دارد یکی متاسفانه ایتی مذاکرنده، مذاکره کننده صلح افغانستان اجازه ورود در این مذاکرات نیافت یا به تعبیری درستتر بگوییم طالبان از مذاکره،, مذاکره, کردن با آیت دولت افغانستان ایبا ورزید ما فکر میکنم یک نقصی کلان در جانب دولت افغانستان هم هست بلد. بلد. یک چنین مذاکراتی باید از پیش آژنداش تعیین شده باشه جای نشستن آیت مذاکره کننده دولت و طالبان باید تعیین شده باشه و برای این اون ترتیبات و تشریفاتی لازمی سیاسی و دیپلماتیک و میزبانی که کشوری میزبان که امارات متحده عرب میزبان بود همه این موارد از پیش باید مشخص باشه بعد با دولتی افغانستان ایعتشون به عنوان آیت مذاکره ممنونستان. کننده باید اشتراک بکنه بله. آقای لودین حالا آگاه نبودن مم. حکومت افغانستان از آجندای گفتگوهای صلح به ادعای شمار از مردم و یا عذاب سیاسی در افغانستان چی توجیه میتونه داشته باشه به نگاه شما؟ اینطور است که اول خوب چیزی که به نام عنوان مذاکرات تالجیریان جریان داره یک, چیزی که بر ما گفته شده از طرف حکومت ایالات متحده آمریکا که که مبتکر امی سلسله آخر مذاکرات مستقیم با طالبا است ای است که این مذاکرات مقدماتی است روی مسائلی که حکومت آمریکا مستقیما در زی دخل است و زی نف است و مذاکره میکنن اما در مورد امور افغانستان و آینده افغانستان اینا مذاکره نمی و فقط هدفشانی است که طالبان را متقاعد بسازد تا با حکومت افغانستان صحبت بکنه و گفتگو بکنه خب این یک چیزی که بر ما گفته شده و تا جایی که سوال شما در مورد آجندا ارتباط میگیره اما این که با بیخبری است کل مشکل برمیگرده به از دست دادن ابتکار کسی که ابتکار عمل رو نداشته باشه طبعا نمیتانه هیچ نوع تاثیر یا نفوذ سر پروسه داشته باشه ما از یک طرف با تاسف که در یک موضع ضعیف در سالهای اخیر از در, در, بود امنیتی و نظامی تا حد قرار داشتیم اما او به حال قابل درک بود چون قوت های خارجی برآمده بودن از افغانستان و نهادهای ما هنوز تازه بودن و نوکار قابل درک بود اما ای که ما ابتکار در عرصه سیاسی امروز از دست دادیم و طالبان دست برتر دارن و با کشورهای منطقه خودشان مستقیما وارد گفتگو میشن با آمریکا خودشان وارد تعامل میشن این یک،, یک ناکامی ما را نشان میده واقعا ضعف از خود حکومت است ضعف توان طبعا از خود حکومت است پروسه صلح در مجموع بسیار ضعیف مدیریت شده تا حاله این تنها مسئله با خبر بودن از اجندا نیست ما به عنوان شهروندان از این جامعه ما توقع داریم که چه حکومت خوب بدانیم یا ندانیم چی طرفدار حکومت باشیم یا, ند... یا, نباشیم از نظر پرنسیب ما طرفدار ازی هستیم که حکومت صاحب ازی پروسه باشه حکومت به مردم اطمینان بده که که پروسه ابتکار عمل در دست داره و میفهمه که چی میکنه اما متاسفانه در اینجا دو مشکل وجود داره یکی است که در عرصه در, در بود خود مذاکرات و در تعاملشان با طالبا با کشورهای منطقه با ایالات متحده امریکا معلوم میشه که اصلا اما تو یک, 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 یک چیز وجود نداره فعلا یعنی حکومت یک مقدار خارج از می دایره قرار گرفته و اونا طالب ها اختبند به دلائل که خودشان گفتن امرایشان وارد گفتگو مذاکره نیستن بلکه حتی با ایالات حکومت ایالات متحده امریکا و حتی کشورهای منطقه امروز امو درک و تفاهمی که سالها وجود داشت در این مسئله و اونا یک حس حقانیت که ما داشتیم او را به اونا منتقل ساخته بودیم او وجود نداره و در بود دیگه ای که در داخل هم کلانترین زوفه که در این پروسه مدیریت از این پروسه وجود داره ای است که امو اجماع ملی بسیار یک چیز با ارزش است یعنی نمیتونه یک حکومت با طالبا گفت گفتگو بکنه چه بسا که باز امرایشان به با یک توافق برسه تا که اعتماد مردم در داخل کشور نداشته باشه تا که اینجا به اساس یک اجماع ملی همی کار انجام نشه و اون متاسفانه ای حکومت نتونه که نتونسته ترتیب بده بلکه از دست داده نمایشی را که به نام شورای مشورتی و بورد مشورتی و اینا جور شده ای اصلا اقدامات مشورتی هستند که اصلا بدون مشورت جور شده و متاسفانه راه را حل نمیکنه بنابراین اگر حکومت میخواد که نه تنها مطرح باشه با خبر باشه از آجندا بلکه و این ای مردم ادامه بتن به ای که این حکومت حمایت بکنن نقششه در می پروسه اونا باید اول اجماع ملی رو در اینجا تقویه بکنن به مفهوم واقعیش بله. و بعد از او برن در, در سطح منطقه و در سطح دنیا برخورد بکنن پس از میان برنامه کوتاه فرا خبر ادامه دارد برنامه خوش آمدید آقای اکمی در رابطه با اینکه چی امیدواری های در نشست جده به وجود خواهد آمد و حکومت افغانستان حالا این بار با چی برنامه و با چی راهکار میتونه که وارد این نشست شود ظاهرا پس از نشست ابوظبی زمانی که طالبان با هیئت حکومت افغانستان دیدار نداشت حکومت به اندازه ناراض بود این بار اگر در این نشست باز هم با این هیئت دیدار صورت نگیره سوی طالبان چی ما فکر میکنم دولت درس کافی در قسمت باید گرفته باشه تا تمامی جزئیاتی برنامه دیداری جدا برای دولت معلوم نباشه نباید در این نشست شرکت بکنه چون دستاوردش بازده این ملاقات خدای ناخواسته دیدار نشست اگر منجر به یک سرنوشت مشابه دیدار ابوظبی باشه برای دولت هم بسیار سنگین خواهد بود و برای مردم افغانستان و برای روند صلح هم به باوری ما بسیار آسیبی کلان خواهد رساند با همین دلیل دولت باید همه ترتیبات لازم برای انجام مذاکره و آجندا پیرامون چی مسائلی بحث میشه بدون شک باید داشته باشن طبعا در مذاکرات آدم در دو طرف نقیز در ابتدا باید قرار بگیره دو, دو طرف متخاصم مذاکرات است که بعد دو طرف متقابل میکشونه به یک حد وسطی از مسائل مورد اتفاق و تنازلات و در نهایت توافق این بحث طبیعی ایالات متحده آمریکا چی کمک به حکومت افغانستان کرده ایالات, ایالات, ایالات متحده آمریکا به این ابر قدرت جهانی به عنوان یک حامی حکومت حکومت و دولت افغانستان سازماندهنده این مذاکرات مواسیر، بر کشورهای منطقی تاثیر گذار بر روند سلوه افغانستان بر حمایت طالبان حامیان طالبان همه این فاکتورها ایالات متحده امریکا را قادر می سازه که در اینجا نقشی خوبی بازی بکنه اما اینکه یک بخشی این روند طوری آقای لودین گفتن متعلق به مردم افغانستان دولت افغانستان در راست دولت افغانستان ما شدیدا طرفدار این هستیم که این مذاکرات با مدیریت و با ابتکار دولت افغانستان صورت بگیرد ما وقتی شما پیشتر نام بردی که جمعیت اسلامی افغانستان از بی اسلامی افغانستان هم در گزارش گفته شد که میخوان دیداره های با باشد طالبان باشد. داشته باشند جمعیت اسلامی افغانستان خواهانی و وحدت مذاکره و و و و, و نهادهای مختلف و مشارکت ملی در 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 مذاکرات حتی ما نهادهای متفاوت دولت هم حتی شورای عالی سال بردی مشورتی سال دیگر ایاتی مذاکره کننده سال اینها زمانی میتونن منسجم حرکت بکنن و مؤثر حرکت بکنن در روند سال که اینها در یک چارچوب مشخص و واحد قرار داشته باشند امی فعلا که اگر پرسان شوه که تفاوت ایت مذاکره کننده ای با برد مشورتی ای سول با شورای عالی سال چی است در حالی که تازه دولت تصمیم گرفته در حال شورای عالی سال آقای داوود زی آمدن معناش است که باید شورای عالی سال فعال تر شود از پیش و اگر کار نقصه مرفوع شود نیازی به بردی مشورتی صلح نیست باز آیتی مذاکره کننده اگر شورای عالی سال بردی مشورتی صلح اگر اینا مذاکره کننده نباشند اجندای مذاکره را تعیین نکنند پالیسی های این سل تعیین نکنند آن چیزهایی که موردی موردی مباحثات و مذاکرات قرار میگیره تعیین نکنند خطهای سرخ این مذاکره را اینها رسم نکنند این نهادها چگونه است این نهادها باید تعریف شود ما با باوریم ما این است که ما از تعدد نهادهای مشتقل به امور سال جلوگیری بکنیم ما فکر میکنم بورد مشورتی سال که مشورتی شد برداریم ما طرفداری رسیم این ج... به که شخصیت های بزرگ ملی افغانستان احزاب سیاسی را تا جای ج... جای داده با یک سری ترمیم و اصلاحات میتوند بیشتر غنی شود که نهاده های جامعه مدنی و اینها هم داخل شوند بله. این بورد مشورتی بورد تصمیم گیری سال نام گذاشته شود خاصتا این که رئیس جمهور خ... هم این بورد خ... خ... این رئیس جمهور هم در رأسش قرار گرفته باشه اه. ما آنچه را به نام کمیته صلح جمعیت اسلامی افغانستان داریم که من هم عضو کمیته هستم ما بین از یک حزب مباحث صلح و قضایای صلح باید مورد بررسی قرار بودیم دیدگاه ها را در این مورد ارائه کنیم اما ما طرفداری تجزیه مذاکرات صلح نیستیم و این مسئله دیدار با طالبان آه. چی میشه نیدار... ما طرفداری ما طرفداری تجزیه مذاکرات صلح نیستیم مذاکرات صلح چی معنا در نهایت گپ باید با انجام با مشارکت سیاسی در افغانستان طالبان از راه های سیاسی وارد دولت افغانستان شوند چیزهایی را بوتن و چیزهایی را بگیرن سال معناش در نهایت نتیجه ایره که ما در چشماندازمون میبینیم همیز این کار است که باید دولت افغانستان انجام بود اما دولت افغانستان باید با اجماع ملی با بله. با, 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 با توافقی ملی که در برگرنده احزاب سیاسی نهادهای جامعه مدنی و خود نهادهای دولتی باشد من چیزی را که میگم و تأکید میکنم و دیدگاه جمعیت اسلامی افغانستان هم هست بردی مشورتی سال با تجدید نظرهایی با منشوری با, من با, منشوری برایش و تبیین و تعریف های مشخصی میتونه مسئولیتی روند صلح به عهده بگیره خاصتا اینکه رئیس جمهورم در رأس قرار حالا شما گفتین که باید اول در قسمت گفتگوهای سال یک اجماع ملی و داخلی ما داشته باشیم زمانی که احزاب سیاسی خارج از چوکات حکومت افغانستان خواهان دیدار با طالبان باشند خواهان مذاکرات صلح با طالبان باشند و از این روند که ظاهرا حکومت داره پیش میورن ناراض باشن یک پراگندگی را در قسمت گفتگوهای صلح در داخل خود افغانستان ایجاد نمیکنه به نگاه شما ام اول خو خب ما تاکید را که حکیمی صاحب کردن روی ازی که این پروسه باید توحید شود و هیچ کس طرفدار پراغندگی از این پروسه نیست واقعا منفعت ملی از این مملکت داری تمین نمیشه که هر کدام ما بریم ورای خود پیدا بکنیم با طالبان بلکه رقمی که من پیشتر گفتم در قدم اول همه ما باید ای تلاش بکنیم که حکومت به این قانی بسازیم که نقش خود بفهمه اول مردم خود در اینجا متعید بسازه یک اجماع را به وجود بیاره اجماع واقعی را نفرمایشی و نمایشی را و بعد بساس از او باز از او بره و با یک قوت نمایندگی بکنه از ملت افغانستان و در و, و, و کار قانونی و کار با اصول است و در صورت که حکومت ایره درک نمیکنه چیزی را که عذاب کرده میتونن چیزی را که قشر سیاسی از این کشور کرده میتونه ای است که اینا جمع شوند دور یک محور همشان و امی اجما خودشان به وجود بیاره و حکومت را هم دعوت بکنن ولی امتیازی که طالبان میخواد حالا ما... عذاب سیاسی میتونه اون امتیاز رو بر طالبان بدن در صورتی که اون تو یک اجماع وجود داشته باشه اونا باز و حکومت را هم اگر بتانند با خود داشته باشن، از یک موقف قوی وارد عمل خود شدن امرای طالبا تا جایی که با مذاکره با طالبا ارتباط میگیرم من چیزی که بسیار یعنی طرفدارش نیست و من فکر کنم که یک تاثیر منفی داره سر مذاکرات این دست پاچگی است که ما میبینیم در حکومت رفتنشان امور رقمه که حکمی سب اشاره کردن به ابوزبی یک کار غیر ضروری بود و یک نوع دست را نشان داد پروسه که باید نداشته باشیم و به هر صورت باید جلو از را بگیریم در مذاکرات که در جده قرار است انجام شود اگر اطمینان از این و معزت افغانستان در این تامین نباشه قبل از قبل و ما اطمینان نداشته باشیم باید به هیچ صورت ضرور نیست که حکومت اونجا بر اشتراک بکنه از طرف دیگر ما وقتی که خب وقتی که 18 سال ای طالب با می ظلم خود و با مو خود روی از این ملت یعنی این ملت را مواجه ساخت و ما در می هفته گذشته شاید آه 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 زشترین فاجعه بودیم در خود شهر کابل بنان ما کدام مجله اصلا نباید داشته باشیم بیشتر از اون ما طرفدار اقدامات هستم مثل می که نهادهای امنیتی را گرفتن قوی تر ساختن مثلا نه. دو چهره را که واقعا شناخته شده هستن آوردن در نواد کاشی کارا قبلا میشد اما بر صورت عالم که شده این کارایی است که یک مقدار است ایالات متحده آمریکا میگن ب... که وجود داره و خود آمریکا هم گفته که در قسمت به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح افغانستان عجله داره اول خود ما باید کار خود بکنیم و با ایالات متحده آمریکا کار خود اما هنگ بسازیم یعنی ام. آمریکا در این مساله همکار ماست نه خدا نخواسته رقیب ما بله و آقای اکمی شما تلاش های منطقهی را در قسمت این گفتگاه ها چیگونه ارزیابی میکنین؟ در این روزها چیزهایی که جریان داره روسیه گفته که باید از ما نادیده گرفته نشیم پاکستان همچنان و ایران از دیدارش با طالبان و حکومت افغانستان سخن زده بدون شک اکنون طالبان از پشتوانه های منطقهی بیشتر از دیروز برخوردار هستند و اساسا جنگ در افغانستان به گونه ای می میتونه جنگ منافی کشورهای منطقه و جهان هم که از ابتدا بوده و کنونه وجود داشته باشه و یکی از نماده هاش نماده های زایریش طالبان و جنگ طالبان باشه و با این دلیل اگر افغانستان قرار باشه و با یک سلی پایدار و یک امنیتی تضمین شده باشه بدون شک همه این کشورها مشارکت داشته باشند در این مذاکرات صلح و قانع شوند و به گونه معقول نه در تقابل و در تعارض با منافع ملی افغانستان که در طول منافع ملی افغانستان منافع این کشورها قرار بگیره که در دنیا مثالهای زیادش در مناطق مختلف وجود داره مخ م... مناطق مختلف دنیا میتونه این به کمک بکنه اما این زمانی است که ما اوراق داخلی ما نتوری که آقای لودین گفتن اوراق داخلی ما قبل از همه چیز ترتیب کنیم ما با یک توافقی ملی در سطح افغانستان اعضاب سیاسی تکرار میکنم نهاده های جامعه مدنی و زمانت های برای تزمین حقوق شهروندی در افغانستان دستاورده های مثبتی این ای 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 ابدا اجده سالی اخیر افغانستان که با قیمت بسیار سنگین و بسیار با باهای بسیار گذاف تمین شده اینها را همه را به عنوان به منافی ملی افغانستان تلقی بکنیم آقای لودین دیدگاه شما را هم کوتاه اگر داشته باشیم در رابطه به اینکه حکومت افغانستان از این تلاش های منطقه ای باید استفاده کنه خب در منطقه یک مقدار از پراغندگی و شکست و ریختی که در منطقه است او بیشتر برمیگرده به سیاست های دنیا و جهان جهانی از جمله روابط از این کشورها با ایالات متحده امریکا و ای که ما را از از دریچه روابطشان با امریکا میبینن یک مقدارش به او برمیگرده اما ما باید فراموش نکنیم که ما در این مورد هم باید حکومت از یک دیپلماسی بسیار قوی کار می گرفت اگر ما در داخل نتونیم باز هم می رو تاکید می اقانیت خود بر از اینا ثابت نسازیم این کشورها به نفعشان است که سال شود بله. اما از طریق هر از طریق خود می کی کار بله شوه. آقای جاوید لودین موین اسبق وزارت خارجه و آقای واقف حکیموز و شورای رهبری از به جمعیت اسلامی ممنون از زورتان برنامه و ممنون از شمایی که بیننده ای فرا خبر بودید وقت بخیر خدا نگهدار